سلام، خوبین؟ ببین شما چون خیلی از من سوال زیاد پرسیدین تو دایرکت، چون من چین چند سال زندگی میکنم راجع به کرونا، من اومدم اینجا یهو به طور کلی برای همتون بگم. خیلی هم سریع دارم حرف میزنم به خاطر اینکه دیگه هی بعد وایس های طولانی میفرستم، یا گفتم بیام تو ویدیو بگم که همتون بتونید استفاده کنید. ببین من نه دکترم نه متخصص، فقط میخوام مطالبی که اینجا تو چین زندگی میکنیم به ما گفتن و چیزایی که بر رعایت کنیم و اتفاقاتی که افتاده براتون توضیح بدم که حالا اگه شاید شد کمکتون کنه تو ایران. ببینید اولا که کرونا خب یه ویروس هستش، بعد ویروس هم معمولا دیدین وقتی میرین دکتر وقتی میگن ویروسیه بهتون مثلا قرص و دارو زیادی نمیدن، میگن مثلا خودت باید اصرار کنی خوب شی، یا مثلا اگه تب داری تب بر میدن، یا بدن درد داری مثلا دارو میدن که مثلا کمتر شه حالت خستگی. و اینکه راه مقابله با ویروس بهترین راهش اینه که سیستم دفاعی بدن خودتون اونقدر قوی باشه که خود بدنتون بخواد باش بجنگه، با اون ویروس بخواد مقابله کنه. حالا علائم کرونا چی هستش؟ علائم کرونا اصلی ترینش اول تب هستش. اول با تب شروع میشه، با سرفه های خشک ادامه پیدا میکنه و بعد به تنگی نفس میرسه. این سه تا اصلا مهمترن. پس اگر تب پیدا کردین حتما باید بریم بیمارستان. و اینکه توی بعضی تو 5% موارد مثلا حالت گلودرد و آبزش بینی هم توشون بوده، ولی علائم اصلیش اول تب، سرفه خشک و تنگی نفس. یعنی انقدر سرفه میکنی که به حالت تنگی نفس براتون پیش میاد. این ویروس مشکلش اینه که میاد سیستم ریوی شما، سیستم تنفسی شما رو به هم میزه، به اونجا میاد حمله میکنه. خب حالا غیر از این ببینید، من نمیدونم تو ایران چجوریه، ولی اینجا اگر یک درجه دو درجه احساس کنه کسی تب داره سریع میره بیمارستان و یک کیتای آزمایشی هستش که سریع ازشون میگیرن ببینن که مثلا به کرونا دوچار شدن یا نه. من را نمیدونم تو ایران سیستمش چجوریه. حالا چجوری پیشگیری کنیم ازش؟ اگه بخوام واقعا روی پیشگیریشو بگم، از خونه بیرون نرید، کلا بمونید خونه. کاری که چین کرد همه چی رو تعطیل کرد، هیچی، نه بانک، نه کارخونه، نه هیچ جا باز نیست، هیچ جا، نه اتوبوس، نه ماشین، برای یه مدت هیچ جا هیچ کاری نمیتونستی انجام بدی. خب بعد اینکه خب حالا بعضیا نمیتونن، مجبورن خب برن، حالا میخوان جای برن یا هر چی. ولی حالا قضیه ماسک چیه؟ ببینید چین اومد همه رو وادار کرد ماسک بزنن. حالا چه سیاستی پشت این قضیه هست؟ ببینین از لحاظ اینکه اگر شما آدم سالم هستید و ماسک بزنین و کنار یه فرد بیمار باشین که ماسک نداشته باشه، شما میگیرین. یعنی شاید فقط 30% اون ماسک داره از شما حمایت میکنه. چین اومد گفت همه باید ماسک بزنن، چون مشخص نیست کی مریضه کی مریض نیست. چون کسی که بیماره اگر ماسک بزنه میتونه از افشای اون بیماری، از گسترش دادن اون بیماری جلوگیری کنه. پس یعنی در واقع این ماسک استفادهش اینه که کسی که مریضه به بقیه نده، نه کسی که سالم مریضی رو نگیره. و چون دوره کمون این بیماری، دوره نهفتگی این بیماری 14 روزه، یعنی شما ممکنه این مریضی رو داشته باشی تا 14 روز علائم ندی ولی میتونی انتقال بدی، میتونی ناقل باشی، پس بهتر بود که همه به صورت همگانی ماسک بزنن که کسی به کسی انتقال نده اون بیماری رو. دومیش اینه که شما از خونه میرین بیرون دستکش دستتون کنی. اینجا دستکش جراحی دستشون میکردن، یا منم میکنم. و اینکه بیرون وقتی اومدین خونه دستکش رو بندازین دور. وقتی بیرون هستین دست به چشم و گوش و دهنتون نزنین، هر جا که مخاطیه، مثلا میشه آبکیه، نمیدونم تره، حالا نمیدونم چجوری بگم دقیقا. و اینکه وقتی ماسک میزنید میرید بیرون دیگه به اون ماسک نباید دست بزنی. یعنی شما دستت آلوده باشه بزنی به ماسکت، احتمالش هست بگیری اگه دستت آلوده باشه. رفتی بیرون ماسک گوشی رو ساته دیگه به اون ماسک نباید دست بزنی، هی جابجا کنی، بالا پایین کنی، هی دراری. ببین خود من نمیدونم حالا تو ایران شرطش هست که کلا کسی بیرون نره، مدارس تعطیل، دانشگاه تعطیل، ولی حداقل خودتون رعایت کنین. جای شلوغ اصلا نرید، رستوران، نمیدونم پارک، کافی شاپ، اگر میتونید سر کار نرید نرید، واقعا سوار وسیله نقلیه عمومی نشین، از این اسپرای سانیتایزر بگیرین، یعنی که 99% الکل همه جا رو چیز میکنه، چی میشه فارسیش، ضد آلودگی دیگه، این اسپرای تمیز کننده، از اون همیشه داشته باشید، به دستگیره در، به دستگیرهای توی تاکسی، اتوبوس یا هر جا، من نمیدونم، آسانسور، دگمای آسانسور، اول اینا رو اسپری بزنید بعد انگشت بزنید بهش، یعنی هم حتی همون دستکشو، گوشی و کلید، موبایل، همه چیتون رو هی دائم سعی کنید ضد عفونی کنید. بعدم این که من نمیدونم، ولی واقعا بهترین راهش اینه که بمونید خونه. واقعا اصلا کسایی که میتونن بمونن خونه بمونن خونه، نرن بیرون از خونه اصلا، روبوسی و دست و اینا بذارین کنار. حالا مهمترین چیز، چه کسایی میمیرن خدای نکرده، ولی بذارین براتون بگم که افراد بالای 60 سال، یعنی کسایی که مردن 90 خورده درصد، مثل که کسایی بودن که بالای 60 سال بودن،
و افرادی که دارای بیماری های کلیوی، قلبی و قندی بودن و تنفسی. این 4 تا بیماری متاسفانه احتمال مرگشون بالا هستش. پس کسایی که پیر هستن واقعا از خونه بیرون نرن، کسایی که مشکل تنفسی دارن، قندی دارن، بیماری کلیوی دارن، خیلی خطرناک هستش براشون. و اینکه میگن که افراد زیر 6 سال کودکان نمیگیرن، چون سیستم دفاعی بدنشون انقدر قوی هست که خودش میجنگه با بیماری. پس از بهترین راهش اینه که شما سیستم بدن دفاعی بدنتون رو قوی کنید. من نمیدونم حالا مکمل میخواین استفاده کنید، میوه میخواید بخورید، چون باید کاری کنید که بدن خودتون با این بیماری مبارزه کنه. راجب درمانش، هنوز واکسن ساخته نشده. کاری که الان خود چین داره میکنه برای کنترلش و بهبودش اینه که یا میاد از داروهایی که مال HIV و AIDS هستش استفاده میکنه که باعث خیلی شدیدن سیستم دفاعی بدن رو تقویت میکنه، یا پلاسما درمانی میکنه، یعنی میاد پلاسمای خون افرادی که قبلا کرونا گرفتن و خوب شدن رو میاد میگیره، تزریق میکنه به افرادی که در حال حاضر کرونا دارن، و این باعث میشه که نمیدونم دقیقا عزاز امی نمیدونم چه جوریه، ولی خب اون پلاسمای چون نمیدونم حالا شاید سلولاشون گلبولای سفیدشون جنگیدن یا حافظه دارن ازش یا هرچی، یا سیستم دفاعیشون خیلی قوی بوده، ولی خب به هر حال میان اونو تزریق میکنن به کسایی که الان مریضن. من نمیدونم که اینا تو ایران انجام میشه یا نه، فقط خبر دارم که خیلی گرون هستش، ولی خب تو چین داره به صورت رایگان انجام میشه برای بیماراش. حالا سیاست‌های چین چی بود؟ ببینید اینجا خب خیلی پیشرفته کنترل شد، به خاطر اینکه اولا کسی بیرون نرفت، بعد اینکه همه ما یه بارکد داریم، بارکد سبز و زرد و قرمز. اگه سبز باشی یعنی اوکی، اگه زردی مشکوکی یا مثلا علائم داری، اگه قرمزی که قرنطینه یا کلا مبتلایی. و اینکه مثلا اگه الان که کم بهتر شده می‌خوای سوار اتوبوس شی، اول بارکدتو اسکن می‌کنی، اگر که مثلا بارکدت سبز بود میتونی مثلا وارد سوپرمارکتش یا وارد اتوبوس شی. این بارکد هم بستگی به شهرهایی که بودی، آیا به اون شهر آلوده رفتی، آیا در تماس با اون شهر آلوده بودی، آیا علائم بیماری چجوریه، بعد هر جا میخوای بری تبتو میگیرن، یه برگه پول میکنی که حالت چطوره. خب اینا خیلی رعایت میشه اینجا. و اینکه چی میخواستم بگم دیگه، یه چیز دیگه هم بود، مثلا هر کی فقط یه بار یا دو بار، یه بار در روز یا دو روز یه بار میتونه از خونه خارج شه به مدت مثلا یکی دو ساعت، تازه بعد پاسپورت تو یا آیدی کارت تو بهشون بدی. ببینید اصلا تو اپلیکیشنه که مال چیز هست، نویگیشن مال راهیابی هستش که مثلا ترافیک رو روش نشون میده، ترافیک انسانی اومده نشون میده، یعنی مثلا با نقطه های قرمز اومده کسایی که مبتلا هستن روی نقشه نشون داده. شما میدونید تو 200 متر یکی مریضه، خب از اونجا رد نمیشه، میدونید چی میگم، پر دایره دایره است که کیا مریضن رو نقشه. و اینکه مثلا اگر کسی علائم داره هم خودش قرنطینه میشه، هم خانواده‌اش، هم میان تاریخچه در میارن که خب این با کی در تماس بوده، کجا رفته، میان اونا رو هم پیدا میکنن، تحت نظر و کنترل دارن، یا حالت هرمی، میدونی چی میگم. حالا امیدوارم که تو ایران هم اینجور چیزا پیاده بشه. و حالا اگه من اشتباه حرف زدم ببخشید، اگر خیلی تون تون حرف زدم ببخشید، چون میخواستم زودتر تو ویدیو همش جا بشه. همین، مرسی، خدافظ.